به نام خدا و با عرض سلام بر ساعت خبر از یک خوش آمدید. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم معاون ریاست جمهوری کشور امروز پس از مراسم جنازه در کابل به خاک سپرده می شود. در نشست دیروز شورای وزیران فیصله شده است که مراسم تشییع جنازه مارشال فهیم صبح امروز از وزارت دفاع ملی آغاز و پس از آن پیکر وی در صحن ارگ گذاشته می شود. پس از ادای نماز جنازه در ارگ، پیکر مارشال محمد قاسم فهیم با مراسم ویژه در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده می شود. در نشست شورای وزیران همچنان فیصله شده است که مراسم فاتحه خوانی مارشال فهیم فردا چهارشنبه در شهر کابل و ولایت های کشور برگزار شود. کمیسیون مراسم خاک سپاری مارشال فهیم می گوید که پیکر مارشال فهیم پس از ادای نماز جنازه در کاخ ریاست جمهوری در تپه سرای شمالی شهر کابل به خاک سپرده می شود. این کمیسیون از والیان و فرماندهان پلیس ولایت ها خواست که برای تشییع جنازه مارشال فهیم در کابل اشتراک نکنند و در ولایت هایشان مراسم عزاداری برگزار کنند. جمعیت اسلامی افغانستان می خواهد که یکی از اعضای این حزب جانشین مارشال محمد قاسم فهیم گردد. رئیس کمیته سیاسی جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که اعضای هیئت رهبری این حزب با رئیس جمهور کرزی در این باره به تفاهم خواهند رسید. بر بنیاد قانون اساسی، رئیس جمهور کرزی صلاحیت دارد تا شخص دیگر را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری با تایید مجلس نمایندگان تعیین کند. دو روز از درگذشت مارشال فهیم می گذرد، مردی که حکومت و اپوزیسیون را وصل می کرد. در اینجا همه در سوقش هستند. تا هنوز پیکر مارشال محمد قاسم فهیم فرد شماره دوم نظام به خاک سپرده نشده است، اما از همین اکنون سخن از جاگزینیش است. جمعیت اسلامی افغانستان می خواهد تا جاگزین مارشال فهیم از همین حزب باشد. اصلا خود پست معاون ریاست جمهوری یک پست انتخابی است که از طرف ملت انتخاب شده در تیم برای جمهور، بنان پر کردن از او به شکلی که انتخاب شده با تکیه که آمده و اون ملوزات تکیه باید در پر کردن او پست مد نظر گرفته شه. یعنی از جمعیت باید امو قسم شه. رویدادهای این چنینی در قانون اساسی افغانستان این گونه پیش بینی شده است. ماده 68 هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تایید ولیسی جرگه تعیین می گردد. باید معرفی شو، باید از ولیسی جرگه برای اجرای داده، چرا که این ضرورت ملک است. اما دونی ما دیگه مند است تمام قدرتی که رئیس جمهور هر کسی که به صلاح مملکت باشه و بتانه او وزنی را که تا هنوز مارشال فهیم بین اپوزیسیون و حکومت حفظ کرده بود بتانه چنین شخصیتی باشه که اگر آینده پس از انتخابات مشکلی به وجود میه بتانه اینمی وصلت به هم پیوند بزنه. 26 روز تا برگزاری انتخابات مانده است. ظاهرا مارشال فهیم هم نقش اثرگذاری در این روند میتوان داشت. از همین رو نامزدان نیز سخت می کوشیدند تا حمایت آقای فهیم را در انتخابات داشته باشند. فقدان و نبود مارشال صاحب تأثیرات بسزایی را در تمام ابعاد انتخابات خواهد داشت و امیدوار هستم که بازم رهبری جمعیت اسلامی افغانستان که کاندید مستقل دارد در انتخابات این چالش به یک فرصت تبدیل بکنه. مارشال محمد قاسم فهیم از چهره های برجسته حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود. در این مدت در 12 سال گذشته نیز از بازیگران مهم و بحث برانگیز سیاست افغانستان شمرده می شد. اکنون باید انتظار کشید که چه کسی را جمعیت اسلامی افغانستان جاگزین مارشال فهیم معرفی خواهد کرد. اما گفته می شود که این حزب از میان صلاح الدین ربانی، بسم الله محمدی، محمد یونس قانونی و احمد ولی مسعود یکی را برمی گزیند. و خبر اخیر این که برای زیر نظر گرفتن مرزهای اوکراین، ناتو هواپیماهای تجسسی خود را در پولند و رومانیا مستقر می کند. یک سخنگوی ناتو گفته است که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی روز گذشته دستور این اقدام را صادر کرد. همزمان با این روز گذشته مردان مسلح ناشناس که گفته می شود نیروهای روسی بودند، یک بیمارستان نظامی در شبه جزیره کریمیا را در کنترل خود گرفتند.
از امرویتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.